سلام، به سفیده آخر هفته خوش آمدید. در برنامه امروز در بخش دوم به رابطه ایران و افغانستان در سایه زندگی مهاجران افغانستانی در ایران می‌پردازیم. اما در بخش نخست نگاهی به تازه ترین نشست شورای حکام آژانس انرژی بین المللی و انرژی اتمی و اونچه که در اون عنوان شده. اسکات لوکاس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برمنگام و سردبیر سایت EA World View از شهر برمنگام با ماست. آقای لوکاس، خیلی خوش آمدید به این برنامه. تقریبا ساعت حدود 7:30 هست به وقت اروپای مرکزی. قبلا بلومبرگ گزارش داده بود که قرار هست که کشورهای اروپایی یک بیانیه توبیخی علیه ایران بدن. تا این ساعت ما نشانی از اون بیانیه نمی‌بینیم. نظر شما چیه؟ من فکر میکنم که مذاکراتی در حال حاضر در جریان هست، مذاکرات غیر علنی که شاید از قبل اون بشه توافقی رو بین ایران و اون کشورها حاصل کرد که شاید حرکتی بشه به سمت اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اون دو نقطه مورد نظری که میخواد بازدید بکنه بتونه بازدید بکنه. ولی اگه اروپایی نتونه موفقیت برسن، اون بازدیدها امکان نمیشه. شاید اگه اون به نتیجه نرسه، اون موقع قطعنامه‌ای در محکومیت ایران صادر بشه. ولی فکر نمی‌کنم هنوز ما به اونجا رسیدیم. دقیقاً چقدر ممکن هست که در ایران با اروپایی ها سر این قضیه کنار بیاد؟ چون میدونیم که خیلی لحن تندی داشته نماینده ایران در آژانس ظرف روزهای اخیر، به خصوص که متهم میکنه آژانس رو به پیروی از اسرائیل و عربستان در زمینه گزارش هایی که در مورد ایران میده. ما میدانیم که همه کشورها از جمله ایران میتونن در ملأ عام خیلی لحن تندتری رو داشته باشه، اما این فرق میکنه که در یک مذاکرات پشت پرده چه لحنی رو بگیرن برای اینکه بتونن مصالحه برسن. یه مشکل ایران هم این هست که از یه طرف بله میتونه آمریکا رو محکوم بکنه و تا حد ممکن از دولت آمریکا فاصله بگیره، اما نمیتونه این کار رو با اروپا بکنه چون احتیاج داره به اروپایی‌ها به عنوان شرکای اقتصادی خودش و نمیخواد این گزینه اروپایی‌ها رو به روی خودش ببنده. ما میدونیم که ایران در عین حال که اجازه نداده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اون نقاط بازدید بکنه، اما با این آژانس در حال مذاکره هستش، هم ماه گذشته و همین الان. برای همه من فکر میکنم که ایران هنوز سعی میکنه خط ارتباطی رو حفظ بکنه که بگه بیاین با مذاکراتون ادامه بده، ما یک نه قاطع به شما نمیگیم. ایران میخواد بگه بیاین منطقی باشیم. حتی همه حرفایی که من میزنم گمان زنی هستش، چون واقعا همه مذاکرات الان در پشت پرده هستش تا در ملأ عام که بدونیم چه خبره. میدونیم که آمریکا خیلی خرسند بود از خبر یک بیانیه توبیخی احتمالی از طرف اروپا. واکنش‌های مقام‌های آمریکایی رو شنیدیم که خیلی خرسند بودند که چنین بیانیه‌ای صادر بشه. آمریکا دقیقاً چی میخواد از اروپایی‌ها در قضیه ایران؟ آیا میخواد که بالکل برجام رو نادیده بگیرن و تموم شده بکنن؟ ولی واقعا بستگی داره منظور شما از آمریکایی ها چیست. اگه شما در راجع به دیپلمات های آمریکایی حرف میزنید، این فرق میکنه با اینکه مثلا با دولت آمریکا راجع بهش حرف بزنید. برای اینکه اونها دیپلمات ها باید نظر دولت رو انجام بدن، اینطور نیست آقای لوکاس؟ بله، ولی فراموش نکنین این دولت دونالد ترامپ هست و دونالد ترامپ واقعا چیز زیادی درباره جزئیات توافق هسته‌ای نمیدونه. بیایم با هم صادق باشیم، اون واقعا میخواد حکومت ایران عوض بشه و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم خیلی خیلی دلش میخواد حکومت عوض بشه. شاید دیپلمات‌های آمریکایی لزوماً اینو نخوان، بیشتر بخوان فشار روی ایران بیشتر باشه. برای همین یک همین دوگانگی ما در سیاست آمریکا داریم. از یک طرف آمریکا میخواد یه اهرم فشار علیه ایران داشته باشه که بهش بگه شما به تعهدات خودتون در توافق هسته عمل نکردین و باید محکوم بشین، ولی از طرف دیگه خود آمریکا این اهرم رو از دست داد وقتی از توافق هسته خارج شد. به عبارت دیگه یک شکاف بزرگی به وجود اومده.
وقتی که آمریکایی‌ها در سال 2015 اون اهرمی رو به اختیار خودشون از دست دادن که دیپلمات‌ها علیه ایران داشتن و واقعا دیپلمات‌های آمریکایی هم الان چاره ندارن. برای همه آمریکایی‌ها واقعا نمیتونن کاری بکنن مگر اینکه به دنبال این باشن کلا رژیم ایران رو عوض کنن و الان هم دونالد ترامپ فعلا چنین چیزی رو ظاهرا نمیخواد. قدم بعدی ظاهرا اگر که بخواد در واقع کار سخت‌تر بشه برای ایران این هست که پرونده ایران یک بار دیگه بره به شورای امنیت. به نظر شما تا اون مرحله چقدر فاصله است و چقدر به نظر شما ممکن هست؟ من فکر میکنم حتی اگه پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بره، البته ایران خب کسانی رو داره که بتونن ازش حمایت بکنن، مثلا روسیه، مثلا چین، کسانی که میتونن کمک بکنن پیشگیری بشه از برداشته شدن قدم‌های جدی. و آمریکایی‌ها هم اون اهرمی رو که علیه ایران داشتن، بازگرداندن تحریم‌ها، اون رو از دست دادن. قطعنامه شورای امنیت، ببخشید، توافق هسته‌ای، در توافق هسته‌ای قید شده که اگه ایران به توافقش عمل نکنه تحریم‌ها برمیگردن. بنابراین تکرار می‌کنم، آمریکا از این توافق خارج شد. بنابراین خیلی این داره تناقض داره که بله شورای امنیت جایی هست که میشه به ایران فشار آورد، ولی آمریکایی‌ها در واقع شورای امنیت سازمان ملل رو یه جوری کنار گذاشتن وقتی از توافق هسته‌ای خارج شدن. برای بسیاری از مردم که الان دارن این مصاحبه رو گوش میدن این بحث مطرح هست که آمریکا از برجام خارج شد. قبل از اونم که آمریکا از برجام خارج بشه اونقدر ایران نتونسته بود از اون فوایدی که قرار بود با برجام به دست بیاره برخوردار بشه. اگر حالا پرونده ایران در نهایت به شورای امنیت هم بره، حتی اگر که اون تحریم‌های دوباره شورای امنیت برگرده، چقدر ممکن هست وضع برای ایران از اینی که هست سخت‌تر بشه؟ Well, I think that's a very good question. من فکر می‌کنم این سوال خیلی خوبی هست. ولی البته دو سوالی که الان وجود داره فقط مربوط به توافق هسته‌ای نیست. توافق هسته‌ای یک دریچه هستش به سوی مسائل بزرگتر منطقه‌ای. مثلا فعالیت‌های ایران در خاورمیانه که بله اروپایی‌ها هم ازش انتقاد کردند. به دریچه به سمت بحث برنامه موشکی ایران که اون هم مورد انتقاد اروپایی‌ها بوده. مسائلی که در ورای بحث هسته‌ای هستن. اما موضوع دیگه، جنبه دیگه ماجرا اقتصاد ایران هست. ایران میتونه همچنان در توافق هسته‌ای بمونه و یا حتی میتونه بگه که ما میتونیم اصلاح بکنیم توافق هسته‌ای رو اگه میتونستیم با اروپایی ها معامله بکنیم. اما مشکل این هستش که در 18 ماه گذشته ایران خودداری کرد از استفاده از اون سازوکارهای اقتصادی که اتحادیه اروپا بهش داد و اون اینستکس هست و ایران با این کار خودشو منزوی کرد. برای همین فایده نداره که همش بگه ایران، فایده نداره که همش بگه که تقصیر آمریکاست. آیا ایران نخواست از این سازوکار استفاده بکنه یا اصلا امکانش فراهم نشد؟ چون میدونیم که ایران میگفت ماها طول کشید تا این سازوکار فراهم بشه و در نهایت هم اون چیزی که ایران میخواست نبود. بله، بذارین از اول از ایرانی بپرسیم از چیه اینستکس خوششون نمی اومد. در ژانویه 31 سال 2019 اینستکس به وجود اومد. اون فقط یک راهی بود که بشه نفت ایران رو خرید، کالاهای دیگر رو خرید. اما اون چی که ایرانی ها نمی خواستن اون شرایطی بود که این سازوکار مالی، شرایط سیاسی که وجود داشت. مثلا دوست نداشتن که از برنامه موشکیشون انتقاد بشه. مثلا دوست نداشتن که فعالیتاشون در خاورمیانه انتقاد بشه که اون هم الغا میکرد و نتیجه از اون بعد میگرفت که راجبش قرار مذاکره بشه. دوست نداشتن که مثلا از فعالیتاشون در سوریه یا در اروپا، چیزایی که میگفتن که مثلا بمب‌گذاری که به ایران نسبت داده شده، از انتقاد از این مسائل خوششون نمیومد. بنابراین خردگیری های ایران راجب بحث اقتصادی قضیه نبود. اینستکس و این سازوکار اونجا بود، اما نگران اون مصالحه بودن که باید انجام بدن تا بتونن نهایت بهره برداری رو از اینستکس بکنن. بنابراین ایرانیان نخواستن مسئله سیاسیش رو حل بکنن تا از اینستکس استفاده برن. اما ورای این بحث که به نظر من یک نگرانی مشروع ایران هم هست، این هست که آیا اروپایی ها
میتونن تضمین بکنن اون بازارهای مالی و اون معاملات اقتصادی رو که بتونه این استکس رو به طور کامل مورد بهره برداری قرار بده. اما تا وقتی شما جنبه سیاسی قضیه رو حل نکنید واقعا به این سوال هم نمیتونید جواب بدید. دامینیک راب امروز گفته که ایران در کنار چین و روسیه دارن تلاش میکنن از شرایطی که وضعیت کووید ایجاد کرده به نفع خودشون بهره برداری بین المللی بکنن. واقعا چقدر الان اروپا در وضعیت برخورد با ایران یا کلا در نگاه بین المللی میتونه یک پارچه عمل بکنه؟ میدونیم که به خاطر برگزیت بریتانیا از اروپا جدا شده و در ماهای اخیر به نظر میاد که خیلی متشتت هست تصمیماتی که از طرف اروپا میشنویم. بله اینم سوال خوبیه و اگه راستش رو بخوایم من بهتون بگم این صحبت هایی که دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا کرد به نظر من خیلی صحبت های مسخره بود که هیچ نکته مثبتی توش نداشت. بیاین با خودمون ساقط باشیم، با خودمون صادق باشیم. حالا که بریتانیا داره از اتحادیه اروپا خارج میشه، ما داریم به فرانسوی ها و آلمان ها نگاه میکنیم، ما داریم به اتحادیه اروپا نگاه میکنیم و این خیلی مهم بود که اتحادیه اروپا به عنوان یک تمامیت یک پارچه بتونه از اون خط و موضع فرانسه و آلمان حمایت بکنه. ما میدونیم که اتحادیه اروپا در سال 2015 این نقش کلیدی رو در حصول به توافق هسته‌ای داشت. برای همین اتحادیه اروپا یعنی فرانسه و آلمان واقعا نقششون خیلی مهم بود و اونها هم الان میتونن نقش کلیدی داشته باشن در برون رفت از این وضعیتی که پیش اومده. برای سوالی هست که آیا واقعا میشه آمریکایی ها رو کنار گذاشت به طوری که اتحادیه اروپا و ایران خودشون بتونن مستقل با هم دیگه مذاکره بکنن ورای این بحث حالا لزوما بازدید از این مناطقی که آژانس بین‌المللی اتمی میخواد بازدید کنه؟ اسکات لوکاس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برمنگام و سردبیر سایت ای ورلد ویو، ممنونم. تصویر مهاجرانی که در رودخانه غرق شدند یا در آتش سوختند دل هر کس را به درد می آورد، هرچند که اتفاق مورد مناقشه باشد. مردی که خودسوزی می کند چون پدرش 50 سال بعد از سکن گزیدن در کشوری، علی‌رغم آنکه می خواهد هنوز شهروندی آن کشور را ندارد و نمی تواند ملکی به نام داشته باشد، یا دیدن تابلوهایی که روی آنها نوشته ورود افغانها ممنوع، سوالهای جدی دیگری را مطرح می کند. حضور گسترده افغانستانی ها در ایران بیش از 3 دهه قدمت دارد، اما تازه چند سالی است که گهگاه بخشی از جامعه ایران از خود میپرسد آیا دولت و مردم ایران با این مهاجران درست رفتار میکنند؟ از سوی دیگر بخشی دیگر از جامعه هم میپرسند آیا کشوری که در همسایگی یک کشور جنگ زده قرار دارد باید همواره درهایش را بدون چشم داشت روی مهاجران باز کند؟ دولت ایران بارها گفته تا جایی که برایش مقدور بوده به مهاجران افغانستانی خدمات داده و خبرهای مربوط به بدرفتاری با مهاجران افغانستانی را ساخته دست دشمنانی می‌داند که قصد دارند بین دو ملت تفرقه بیاندازند. برای بحث 3 مهمان داریم. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از لندن با ماست. سید اسکر موسوی، محقق و استاد دانشگاه از کابل. و حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان ایرانی و افغانستانی در آلمان از برلین. ممنونم و خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. من میخوام از آقای عسکری شروع بکنم. آقای عسکری، شما خودتون تجربه زندگی در ایران رو دارید. این صحبت هایی که گفته میشه، ببخشید آقای موسوی، این صحبت هایی که گفته میشه در مورد برخورد با افغانستانی ها در ایران رو شما دست اول خودتون هم تجربه کردید؟ من در بله بله سلام عرض میکنم. من راستش در دوران قبل از انقلاب در ایران بودم، بعد از انقلاب تقریبا میتونم بگم من نبودم، اما خب تجربیات فراوان خوب و بد در ایران هست. یعنی اینطوری نیست که تمام تجارب تمام افراد یا حتی تجربه یک فرد همیش بد بوده باشه یا همش خوب بوده باشه. ممکنه... این نمیشه چیز کلی حقوق. ممکنه باز کنید آقای موسوی، وقتی میگید تجربه بد از چی صحبت میکنید؟ وقتی میگید تجربه خوب از چی صحبت میکنید؟ خب تجربه بد فرض کنیم نداشتن یک راهکار مشخص، چی در زمان شاه، چون من در زمان شاه در ایران بودم، و چی بعد از انقلاب، یک نداشتن یک برنامه مشخص نسبت به مهاجرین افغانی،
وای که ایران امضا کرده کانونشن 1951 و بعد برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی شدن قضیه افغانستان در مسائل داخلی ایران و افغانی ها هم مداخله کردن، یعنی قاطی شدن، ایرانی ها هم از این استفاده کردن یک مقدار. اینجا خب طبعا قضیه کوچیکی نیست، چیزی ما در حدود 3.5 میلیون نفر صحبت میکنیم. اتفاقات خیلی بدی افتاده، این اتفاقات همش دولتی هم نبوده، اتفاقات مردم ایران هم بوده، چون اصولا نگاه های مردم ایران هم نسبت به غیر ایرانی ها، حالا غیر ایرانی ها مثلا اونایی که طرف شرق هم، یک نگاه بالا به پایین است و نگاهی که به اروپا است پایین به بالا است. خب تجربه خیلی خوبی هم بوده، ایران کشور همزبان است، ایران کشور هست که از نظر فرهنگی و فلان و مسائل اینا خیلی رشته های خاصی داره، فرصت های بسیار بی‌نظیری را فراهم کرده، بچه های فراوانی درس خوندن. یادمون نره که شاید مقدار کسانی که از بچه های افغانی در ایران درس خوندن و درس میخونن عدد بسیار بسیار فراوان است. یک زمان بیشتر از اونایی بود که در افغانستان میرفتن دانشگاه. بله. بنابراین فرصت ها خیلی خوبیه. بله. بله. آقای نوذری، شما با پناهندگان ایرانی و افغانستانی کار میکنید در آلمان، آیا شما میدونید که بحث عمده و نگرانی عمده افغانستانی ها در ایران چی هست و آیا به خاطر این هاست که خیلی هاشون به آب آتیش زدن و از ایران خارج شدن ظرف سالهای اخیر به خصوص؟ با سلام، خیلی صریح بخوام بگم نداشتن حقوق شهروندی. ببینید حتی خود ایرانی های خیلی طرفدار رژیم و این ها هم که این دو سه ساله میگن که ما مثلا بچه ها به مدرسه رفتن و بیمه شدن و و و، یک درصد بسیار کمی از اون جمعیت رو آمار کسایی که به مدرسه رفتن یا بیمه شدن یا احیانا کارت ثابت اقامتی گرفتن رو اعلام میکنن. میدونیم که جمعیت افغانستانی های مقیم ایران چیزی بین 2.5 میلیون نفر تا 3.5 میلیون نفر تخمین زده میشه. در این اواخر اگر بخوام از 2014-15 به بعد من بگم، اینه که این مشکلات به ویژه برای نسلی که در ایران بزرگ شده و یه سالهایی رو گذرونده، نمیخوان هم پدر و مادرها برای بچه هاشون نمیخوان که فرزندانشون عین اونها زندگی بکنن، به عنوان شهروند دست دو در بسیاری از مواقع بدون حقوق، گوشت دم توپ، کسی که به ظلم و توهین میشه نگاه بشه، و نه جوانایی که اونجا بزرگ شدن و با دنیای خارج در ارتباط بودن، با شبکه های اجتماعی در ارتباط بودن، نوع دیگه ای از زندگی و شخصیت حقوقی و سیاسی خودشون رو میشناسن. همه این دست هم داده. من در بسیاری از مشاورهایی که در برلین به ویژه با نسل جدید کردم، یکی از دلایل اصلی واقعا جدا از مصائب سیاسی اجتماعی و و و این بود که نمیخواستن عین سابق زندگی بکنن، و این یک حق جدی بود و یک مسئله جدی بود که توی اکثر قریب اتفاق اونهایی که ما باشون در ارتباط بودیم خودشونشون میرن. خواهیم بنی هاشمی، قوانین مهاجرت در ایران اصلا وجود دارن؟ چی میگن قوانین مهاجرت در ایران؟ مثلا اگر یک نفر بخواد به ایران مهاجرت بکنه چیه ساز و کارش؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان مهمانانتون. ایران از اونجایی که عضو سازمان ملل هستش و به دو کنوانسیون 1951 و الحاقیه 1967 که در مورد حقوق پناهندگان هست پیوسته، ایران هم مکلف هست که اگر کسی بیاد و تقاضای پناهندگی بده به عنوان پناهنده باید پذیرفته بشه. بحث مسئله مهاجرت و پناهندگی خب میدونید دو مسئله جدا از همدیگه هستش، و جدیدن هم اگر خاطرتون باشه و بینندگان خاطرشون باشه، یک قانونی را هم جدیدن به اصطلاح دولت گذاشت که با سرمایه گذاری کردن در ایران به اصطلاح میتونن تقاضای اقامت بکنن. اون مسئله جدای از مسئله پناهندگی
است که اکثر به اصطلاح مشکل افغانی ها این هست که از طریق پناهندگی میخوان وارد کشور ایران بشن، ولی قوانین در این مورد وجود دارن اما با ابهامات بسیاری همراه هستن. در خیلی از مسائل در واقع از همین تعداد نفراتی که ساکن ایران هستن که هر دو آقایون به اصطلاح مطرح کردن که حدود 3-3.5 میلیون هست، برآورد شده که حدود 1 میلیون نفر حداقل دارای هیچ مدرکی نیستن و این یک آسیب خیلی بزرگ اجتماعیه. تصور بفرمایید که این به عهده کیه که مدرک بره؟ مثلا شما میدونید در کشورهای اروپایی و غربی هم گاهی این مسئله است که مثلا افراد بدون مدرک رو مدارکشون رو چک میکنن اینها. این که اینها این تعداد قابل توجهی هست، 1 میلیون بی مدرک میتونن وارد ایران بشن و در ایران باشن، رو چه کسی مسئول هست که حلش بکنه؟ در تمام کشورها معمولاً مهاجرت از سیاست‌های کلان دولت ناشی میشه، بنابراین معمولاً مهاجرت همجور در ایران هم زیر نظر وزارت کشوره. منتها قوانین به گونه‌ای در ایران تحریزی نشده که جلوگیری کنه از وجود داشتن 1 میلیون نفر اشخاص مهاجر بدون هویت. مثلا در کشورهایی مثل کشور بریتانیا معرفی کردن، اینکه مهاجرین پناهندگان بیان خودشونو معرفی کنن، دارای یه امتیازاتی هست. این امتیازات در ایران وجود نداره، یعنی ممکنه که مهاجرین بترسن از اینکه به اصطلاح اخراج بشن یا با مشکلات اینچنینی همراه بشن، همیشه به صورت گمنام زندگی میکنن و در بازار سیاه کار میکنن. و اگه شما خیلی خلاصه هم به ما بگید که اساساً برای هیچ مهاجر افغانی در این سالها امکان دریافت شهروندی بوده یا نه، و اگه ممکنه این قانون اعطای شهروندی رو در ایران توضیح بدید. بله، صد البته بسیاری از افغانی ها در ایران تونستن دریافت کنن کارت اقامت موقت رو بگیرن، اون کارتی که بهش میگن کارت آمایش به اصطلاح، که یک ساله منتها باید برن، کارت اقامت دائم نیستش، موقت باید هی برن تمدید بکنن، و خیلی ها تونستن تابعیت ایرانی هم بگیرن. در سالهای اخیر کسانی که از مادر ایرانی بودن، پدر افغانی بودن، قانونش به خیلی جدیدن به اصطلاح تصویب شد که بچه های اینا بتونن برن اقامت دریافت بکنن، ولی به خاطر موندن در ایران نمیتونن یعنی شهروندی بگیرن، اون چیزی که مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی و غیره هست. دقیقاً این همون چیزیه که من میخوام اینجا مطرح بکنم که ببینید، مهاجرت در هر صورت در تمام دنیا داره اتفاق میفته، این یه موضوع جهان شموله، چه مردم ایران خوششون بیاد و چه حکومت خوشش بیاد یا نیاد، مهاجرت داره در تمام دنیا اتفاق میفته و تمام کشورها با گذاشتن قوانین مناسب، سازگارهای به روز، تونستن این مسئله رو کنترل بکنن. این موضوعیه که در ایران هنوز اتفاق نیفتاده. من اسمش رو میذارم مهاجرت هدفمند. زمانی که دولت یک کشوری قوانین مناسب میذاره، اتفاقا میتونه از مهاجرت به عنوان یک امتیاز مثبت برای خودش استفاده بکنه. ولی زمانی که قوانین نمیتونن پشتیبانی کنن از موضوع مهاجرت، مسئله به اینجا ختم میشه که 1 میلیون نفر بدون هویت میان در ایران زندگی میکنن و اینا خودش میشه در واقع بحرانی که میتونه بی‌هویتی به ذهن ایجاد کنه، جرم ایجاد بکنه و حاشیه نشینی رو در پی داشته باشه. اینا مسائلیه که با قوانین مناسب باید حل بشه. بله، برمیگردیم به این بحث، ولی بذارید قبلش من از آقای موسوی این رو بپرسم. آقای موسوی، ادعایی مطرح میشه از طرف بخشی از حالا حداقل کاربران فضای مجازی که افغان‌هایی که دستشون به دهنشون میرسه امکانشو دارن به ایران نمیان، اغلب میرن جاهای دیگه، مثلا الان ترکیه خیلی چیز هست، کمون که خیلی از ایرانی‌ها هم میرن این روزها به ترکیه و مسکن مثلا اونجا میخرن یا در کشورهای دیگری، و اون کسانی میان به ایران که در واقع از همه جا مونده بودن و امکانشو نداشت. آیا شما با این نظر موافقید یا اصلا اینطور نیست؟ نه، این بحثا به نظر من بحثای شخصی و سلیقه‌ای فردی هست، اما مسئله این است که رفتن برای همه، حالا مثلا فرض یه شخص بخواد بره ترکیه، این شخص باید از ایران بگذره بره ترکیه. خب خیلی راحت تره که بره ایران، چون ما مرز داریم، یا رفتن به تاجیکستان یا رفتن به پاکستان که یک زمان بیشترین عدد رو در پاکستان ما داشتیم. مهاجرت معمولا
اینطوری نیست که شما یک چناق دلبخواه باشه بخواین برین کجا میخواین برین. شما سوار یک کشتی طوفان زده میشین، اون کشتی هر جا هر ساحلی که نشست، مخصوصا برای افغانی ها که در 4 دهه گذشته با اوضاع و احوال بسیار وحشتناک روبرو بودن. همین الان هم وضع طور هست که خب در همین شرایط کرونا، همینایی که در اتفاق در هیرمند افتاد، در رودخانه هیرمند، در این شرایط بود که می‌خواستن برن. این که گلچین باشه یه گده بخواهن برن اروپا، یه گده بخواهن فلان، طبعا. اما رفتن به اروپا و رفتن به کشورهای آمریکای شمالی، اینا هم یه سری توانایی خاص برای افراد میخواهی که اون معمولا برای انسان مهاجر مقدور نیست. و الا خب همه 30 میلیون یا همه کشورهای ایرانی هم میخوان برن اروپا، که ساخت میخوان برن کجا؟ آمریکا. ولی خب سر از نیوزلند یا سر از استرالیا در میرن. این اینطوری نیست سلیقه‌ای باشه، انتخاب باشه. این مسافرت عادی نیست که شما بگین بریم بر تعطیلات اسپانیا بریم، یا مثلا بریم ایتالیا، یا مثلا بریم الجزایر. اینطوری نیست. جناب نازری، الان چند سالی هست که در کشورهای اروپایی هم در مورد پناهندگان افغان گاهی میشنویم که افغانستان الان دیگه در حالت جنگ نیست به اون شکل. از همین بریتانیا مثلا یادتون هست که 2-3 سال پیش صحبت این بود که بچه هایی که حتی اینجا به خاطر وضعیتشون اومده بودن و پناهندگی گرفته بودن رو داشتن بر میگردن، در واقع چون هنوز استاتوس پناهندگیشون تکمیل نشده بود، اینها رو بر میگردوندن دوباره به کابل. آیا اساساً این که در افغانستان چی میگذره روی وضعیت مهاجران افغانستانی تأثیر داره یا نه؟ آیا ایران میگه که ما 30 ساله داریم همین تعدادی که صحبتش هست پناهجو پناهنده میپذیریم و ما هم دیگه توانشو نداریم، این کشور هم وضعیتش به نظر میاد که دیگه مرتب نمیشه، همینه فعلا، تکلیف ما چیه؟ ببینید، 2-3 تا مسئله هست. شما به درستی گفتید. یک، آیا اونایی که واقعا دستشون به دهنشون میرسه جاهای دیگه میرن؟ اینو باید یکم تفکیک کرد. توی دهه‌های اول، یعنی بعد از مسائل دهه 80 و جنگ داخلی در افغانستان و مسئله دست بالا بودن نیروهای اسلامی و اینها، و کسایی که فرار میکردن، خب دم دست در این کشورها پاکستان و ایران بودن. این تا یه مدت نسبتا زیادی ادامه داشت، ولی از بعد از جریانات بعد از 11 سپتامبر و مشکلاتی که برای افغانستان به وجود آمد، بعد دولت جدید، بودن نیروهای غرب در اونجا، آمریکا و دیگر نیروهای متعلق، مهاجرت یا فراری که بعد از اون شروع شد، ایران به نظر من با توجه به تجربه‌ای که ما داریم و کسایی که پیش ما میاد، ایران دیگه مقصد شماره یک برای افغانستانیایی که از افغانهایی که از کشور خودشون افغانستان می اومدن دیگه نبود، بلکه ایران یک راه گذر بود. ممکن بود به خاطر مشکلات و اینها چند ماه بیشتر و کمتر بمونن، ولی به مانند 2-3 دهه قبلش ایران دیگه مقصد شماره یک نبود، بلکه گذر از ایران، ترکیه و بعد اروپا بود. برمیگردیم این یه بخش، برمیگردیم به صحبت شما اروپا و اینا. ببینید، کشورهای مختلف اروپایی سیاست‌های مختلفی داشتن. من از آلمان حرکت می‌کنم. تا یک دورانی اصلاً به خاطر مسائل افغانستان بر نمی‌گردوندن. بعد گفتن که یک آرامشی در یک بخشایی هست، بخشایی از افغانستان رو امن اعلام می‌کردن و می‌گفتن خانم یا آقایی که احیاناً توی کابل یا توی فلان شهر مشکل داره می‌تونه بره جای دیگه. این مسئله جلوی بسیاری از دادگاه‌ها دوام نیاورد. مسئله فرستادن به ویژه یا پس فرستادن در آلمان توی 10-12 سال اخیر به ویژه برمیگرده به جوانان تنهایی که دارای جرم شدن، یا به یکی از گروه‌های افراطی، بیشتر مسلمان‌ها گرایش پیدا کردن، و یا به طور مکرر و مستمر از دادن هویت خودشون خودداری کردن. به عنوان مثال،
میدونیم که به اصطلاح برگردوندن کلی برنگردوندن کلی افغانستانی ها از حدود 4-5 سال پیش در آلمان برداشته شد، ولی کسایی هم که بعد از اون گفتن میفرستن بستگی به استانهایی هست که چه تصمیمی میگیرن متوجه. و استانهای سختگیر آلمان هم بیشتر این سه گروهی که قبلا گفتم اونها رو پس میفرستن. اگر نه مثلا در آلمان الان پس فرستادن به افغانستان چیزی معادل تقریبا صفره، یعنی در سال حد اکثر 100 یا 150 نفر از اون گروهی که گفتم رو به افغانستان برد. بکنم آقای نازایی، من شاید سوالمو درست مطرح نکنم. بحث عمده اینه که بسیاری از کسانی که در ایران منتقد حضور افغانها هستن میگن افغانستان کشوری است که 3 دهه است 4 دهه است مشغول جنگه و ایران تا جایی که میتونسته خدمات ارائه کرده، بیش از این دیگه خودش هم الان وضعش اینه توان نداره. ایران آیا میتونه چنین ادعایی بکنه؟ اصلا اساسا چنین ادعایی وارد هست یا نه؟ نه، ببینید ایران این همه کارهای دیگهش این پذیرفتن رو خانم مهمون شما گفت، ایران عملا زیر همه قوانین بین المللی رو امضا کرده بدون اینکه اجراشون بکنه. هنوز که هنوزه به عنوان پناهنده به افغانستان یا افغان استفاده نمی کنن، اتباع خارجی، مهاجرین نمیدونم غیر قانونی و و، یعنی اسم درست هم به کسایی که در اون کشور هستن به اصطلاح اطلاق نمیشه. ایران از افغان، متاسفانه از افغانهایی که فرار کردن به خاطر جونشون اومده اونجا یا به عنوان ابزاری برای کار و کارهای پایین و اینها استفاده میکنه یا به عنوان لشکر به کشورهای دیگه و یا به عنوان مسئول تمام نابسامانی ها. برای همین این ادعای ایران اصلا درست نیست، یعنی قوانین رو اجرا کرده که اجراش نمیکنه بعد میگه ما توان اون هم نداریم. به نظر من ولی آیا اساسا افغانستانی هایی که وارد ایران میشند این ساز و کار که بلا فاصله مثل هر کشور دیگه ای که مثلا اگه پناهجو واردش بشه، الان به خصوص ظرف سالهای اخیر ما خیلی اینو دیدیم دیگه، مثلا در یونان در جاهای مختلف اروپا تا به محض اینکه وارد میشن باید اینها معاینه میشن، براشون یه امکانات تشخیص هویتی. آیا اصلا چنین چیزی آقای نوزایی در ایران سراغ داریم؟ چه اتفاقی میفته لب مرزهای با افغانستان؟ تا اونجایی که من میدونم نه. آقای عسکری شما چی؟ آقای موسوی شما سراغ دارید؟ نه، اینا که از مرز قانونی نمیرن که اونجا باید ایکیپی باشه و اینا رو بگه خب خیلی ممنون، خوش آمدین، گرمتونه، سردتونه، گشنه این، حال شما رو ما نه، اما از کو در را و راه های قاچاقی. اصلا یکی از مسائل بسیار مهمه بین مرزی ایران و افغانستان و شش مرز افغانستان با کشور همسایه مسائل قاچاق انسان و قاچاق و سایر قاچاق ها هست متوجه. و این قاچاق را و این فرصت ها را اینطوری نمیذاره. ولی من یک اگه اجازه باشد حتما بخواهم اضافه بکنم که خب در ارتباط با مسئله مهاجر و مهاجر پذیر بحث دیگه هم هست در ارتباط با مهاجر ساز کشوری که مهاجر میفرسته. وقتی دولت افغانستان در 20 سال گذشته نتونسته حتی یک قانون قاعده بسیار ابتدایی رو به محل اجرا بگذاره، خب طبعا کشورهای همسایه وقتی شما خودتان در خانه خودتان کار نتونید، کشورهای همسایه حق دارن اگر هم چیزی بکنه، حالا قانونی هست قانون نیست اون یک بحث دیگه است، اما خب کشورهای اروپایی هم ما متوجهیم که برخورد به اون شکلی که گفته میشه ندارن. بله. در اواخر بحث بسیار داغ است در اروپا، یعنی در سالهای اخیر اروپا دیگه کلمه مهاجرت رو میخواد کم کم کنار بذاره، کارگران مهاجر بسازن، یعنی یه چیزای دلبخا کسایی که اروپایی ها ضرورت دارن، اقتصاد اروپا ضرورت داره، جامعه اروپایی ضرورت داره دیگه، چیزی به نام مهاجر شاید کم کم یه زمان اصلا حذف شه با همه کانونیشن های مسائل. یعنی بحران مهاجرت بحران اینطوری نیست که بین ایران و افغانستان باشه و بعد ایرانی ها یک طرفه، من نظر من این نگاه خوب نیست. بله. شما حتما، من اشاره میکنم شما کلیپ مصاحبه خانم یلدا حکیم را که با آقای غنی داشت
اونو اگر پخش میکردن خیلی عالی بود. وقتی رئیس جمهور رسما میگه که اینایی که رفتن مربوط به ما نیست، یعنی کسایی که از مملکت رفتن بیرون، خب مثلا آقای روحانی بگه نه اشکال نداره، مربوط به ما هست، ما یک مقدار روی بحث‌های کاغذی و کتابی اینا هستیم، یک مقدار بحث‌های بسیار واقعی است. آقای موسوی، این اواخر ولی ظاهرا دولت افغانستان وارد شده در بعضی از موارد، مثلا در مورد همون قضیه غرق شدن عده ای از افغانستانی ها در لب مرز، یا در مورد آتش گرفتن خودروشون وارد شده، با دولت ایران گفتگو کرده. به نظر شما یه دولت افغانستان وظیفه خودش رو در حمایت از شهروندانش در ایران به درستی و به کمال انجام میده یا نه؟ اصلا در افغانستان، در ایران که بگذارین، در افغانستان انجام نمید. چرا این مردم مثلا میلیون ها، صد ها، ده ها هزار همه انواع و اقسام خطرات را تحمل میکنن، خود با آب و آتش میزنن، میزن به مدیترانه تا خودشون به ساحل امر، برای چی؟ خب وضع اینجا خیلی خرابه. حالا اون کسایی که در اروپا هستن اونا میخوان ببینن که مثلا مزار بهتره یا از کابل، فکر کنم اینا هم کاغذی فکر میکنن. در وضع مزار با یک ده، با کابل، با یک شهر دیگه در هرات برای زندگی قابل تحمل نیست. گذشته تنها انفجار اینا نیست، مسئله فقر است، مسئله بیکاری است. در 5 سال گذشته دولت آقای رنی شما میدین آمار ببینین که فقر کجا رسیده و ناامنی به کجا رسیده. ناامنی تنها ناامنی طالبان نیست، دزدی هست، هزار یک فساد دیگه است. خب مردم مخصوصا جوان ها اینا بیشتر به خاطر زنده ماندن دست به هر ریسک میزنن تا خودشون به جایی برسنن. ببینن دولت افغانستان به عقیده من در مورد مهاجرت بیشتر عکس العملی برخورد میکنه. اینا کدوم برنامه قانونی در اینجا درست نکردن؟ بله. با یکی از وزارت عجیب و غریب هم اونجا دارن. علاوه بر این که چیزی ندارن، متاسفانه مهاجر در بین دو کشور ایران و افغانستان از طرف کابل هم نگاه سیاسی به اون میشه. صحیح. یعنی موجود مهاجر داشته، حتی فرارم نمیتونه بکنه، فرارم که بکنه به این کشورها، اینا تبدیل میشن به وسیله های بازی های سیاسی و دولت افغانستان نقشش در این مسئله بسیار بسیار پایین بوده. درست. در این رابطه هم که شما فرمودین، حالا بحث ایرمند یا بحث یز یا بحث آقای شهاب هروی، اینا اولا این بحث ها از توابع 100% وضعیتی است که داخل چارچوب و قانون نیست، چنانچه خانم بنی هاشمی فرمودن وقتی قاعده و قانون نباشه خب این چیزا خیلی طبیعی است. گذشته از اون موقعیت ایران را ما باید درک بکنیم، موقعیت پاکستان را باید درک بکنیم، این ما به اونا افغانی ها. ایران تحت شرایط خیلی خاصی است. شما خبر دارین که از مرز شرقی ایران تروریست رفته، تروریست ها و مزبان های ایرانی رو ترور کردن، از مرزهای دیگه هم من این از خود ایرانی ها هم مجبورن، یکی بله. دوتا بس نیست این بحث به نظر بله. من از منطر یکی دو مورد درست نیست. متشکرم. خواهی بنی هاشم، شما اشاره کردید به قوانین مهاجرتی که وجود نداره. بحث دیگری که در این داستان مطرح میشه بحث نژاد پرستی هست که خیلی دیدیم شنیدیم که این روزها به خصوص از طرف بخشی از جامعه ایران که جوانتر هستن، تحصیل کرده تر هستن، این واقعا دغدغه امروز هست که آیا رفتار جامعه ایران با همسایگان مهاجرانی که از افغانستان میان درست بوده ظرف سالیان گذشته یا نه. آیا در ایران اصلا قوانینی برای مقابله با نژاد پرستی و در واقع برخورد با اون آیا داریم یا نه؟ نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید خانم قاضی‌زاده. ببینین، من این بحث رو تقسیم میکنم به دو بخش، به خاطر اینکه یه بخشش این هستش که ببینید، من امیدوارم این بحث‌های جدید به اساس تعاملات بین ایران و افغانستان و این مسائلی که برای چند تا به اصطلاح پناهجو اینا پیش اومده موجب نشه که دامن زده بشه به مسائل نژادپرستی در داخل ایران. برای اینکه واقعیت این هستش که در طول 4 دهه که ما از افغانستان افراد بسیار مهاجرین بسیار
بسیار زیادی داشتیم. درسته که مسائل ناراحت کننده هم حتما وجود داشته و هیچ مهاجرتی برای هیچ کس راحت نیست، اما واقعیت این هستش که نکات مثبتی هم برای زندگی کردن بین ایرانی ها و افغانی ها در ایران وجود داشته. کمانکان که همونجور که قبلا هم اشاره کردم، بسیاری از افغانی ها در ایران الان اقامت دائم دارن، پاسپورت ایرانی دارن، میرن میان، حتی به اروپا مهاجرت کردن با گذرنامه ایرانی و خیلی ها دستن در کار کارهای خوب هستن. مثلا به طور مثال اشاره کنم تو همین تحقیقات که من امروز کردم، بخشی از مسائل تفکیک زباله، منظورم مثل آهنالات و کاغذ و اینا اکثرا دست به اصطلاح مهاجرین افغانی هستش که نزدیک تهران به اصطلاح زمینای بزرگی رو دارن و مشغول به این کار هستن و خیلی هم میلیاردی هم درآمد دارن. بنابراین بحث فقط این نیستش که افغانی ها در ایران همه مورد ظلم هستن، قطعا دوستی ها و یه دلگرمی ها هم بوده، ولی همینه که من امیدوارم در آینده این بحث ها خیلی به نژاد پرستی نکشه. اما در قانون اساسی ما بارها بهش اشاره شده که تمام کسانی که در داخل خاک ایران هستن، از هر قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، همه باید به صورت مساوی باهاشون برخورد بشه. اما موضوع این هستش که بحث مهاجرت افغان ها هم یک بخشی از همون برخوردی هستش که حکومت ایران با مردم خودش هم داره. مگه مردم به اصطلاح کردستان کوله برا، مگه به اونا حمله نمیشه؟ مگه اونا مورد تیراندازی قرار نمیگیرن؟ بنابراین این بحث مهاجرت هم یکی از همون عواملی هستش که در کنارش حکومت ایران تبعیض قائل میشه بین اون چیزی که قانون هست و بین اون چیزی که به اصطلاح باید انجام میشه. ولی در واقع خانم بنی هاشمی، سوال من در مورد این بود که متوجهم که شما گفتید که حکومت ایران همون برخوردی که ممکن است مثلا با کولبران یا با بعضی از اقوام دیگه انجام بده، ممکن است با افغان ها هم انجام بده. من بحثم در واقع اون چیزی بود که بین افراد در جامعه اتفاق میفته، مثلا اینکه روی سردر یک جایی بزنن ورود افغان ها ممنوع، یا مثلا با یک رفتار توهین‌آمیزی با یک فرد افغانستانی برخورد بکنن که او بتونه ثابت بکنه که این رفتار نژادی است، آیا مثلا میتونه بره به پلیس شکایت بکنه بابت همچین رفتار؟ نه متاسفانه اینجا مثلا میشه این کارو کرد. بله، نه من فکر نمی کنم، به این دلیل که خود دولت به اصطلاح میاد اطلاعیه میده و میگه در 15 تا استان کشور به اصطلاح ورود افغان ها به جز در این شهر و در اون شهر به اصطلاح ممنوعه. بنابراین کسی که خودش قانون گذار هست وقتی میاد این تبعیض و قائل میشه، شما انتظار دارین که مردم به اصطلاح چه برخوردی بکنن؟ ابتدا به بعضی از قوانینی که قانون گذار میذاره باید هم حالت نظارتی داشته باشه هم حالت تربیتی داشته باشه. بنابراین شما اینجا میدونید که در مدارس روی موضوع نژادپرستی، روی مباحث اومدن مهاجرین با بچه‌ها کار میکنن، شروع میکنن به آموزش دادن. ما این آموزش رو نه تنها در ایران نداریم و نه تنها قانون مناسبی هم در ایران نیست، یعنی غیر از مسئله قانون اساسی و اینکه خب در کنوانسیون اشاره شده که حکومت، هر حکومتی که به اصطلاح با پناهجو برخورد میکنه نباید تبعیضی قائل بشه. خیلی از رفتارا رو کنوانسیون‌ها تعیین کردن. ولی در داخل ایران این موضوع وجود نداره. در عمل هم میبینیم که خود میگم که همونجور که خود حکومت خودش میاد وقتی میذاره که ممنوع میکنه مثلا ورود افغان ها به پارک ها، خب این احساسات نژادپرستی رو برمیانگیزه. بله. آقای نوذری، ما میدونیم که به هر حال در بسیاری از موارد در خیلی از کشورها مهاجرت برای کشور مقصد در واقع یک سودهایی داره، به دلایلی هست که مهاجر پذیری صورت میگیره. حالا بخش پناهنده پذیری، پناهجو پذیریش بحث حقوق بشر ممکن است مطرح باشه، ولی در مجموع خیلی از کشورها به خاطر نیازشون مهاجر میپذیرن. به نظر شما آیا ایران اساسا چنین نیازی نداره؟ اگرم داشته باشی یا نه، من باید یه پرانتز باز کنم به این سوال شما بپردازم. ببینید بسیاری از کشورهای اروپایی هم پناهنده ها و اینها که میان جدا از اون ثبت اولشون و اینها، صحبت از اینه که بسیاری از جاها خوشرفتاری های چندی بهشون نمیشه. این که یک جامعه مدنی قوی هست، نیروهای انسان دوست هست، کسایی که خودشونو برای حقوق پناهندگان و مهاجران برای اونها توی خیابون میان. ما توی برلین تقریبا هر هفته سر مسئله پناهندگان یونان، افغانستان و بعد توی خیابونیم. یعنی که این که در ایران همه چیز یکم بسته است، مهمون عزیز شما اشاره کرد، بستگی به دقیقا در ارتباط با بسته بودن و غیر دموکراتیک بودن روابط سیاسی در ایران داره. یعنی کشوری که
به شهروندهای خود در رابطه با سیاستی که کشور خودشونه اجازه ابراز وجود و ابراز نظر نمیده، این نیروها هستن که میباید از پناهجوها دفاع بکنن. احیانا اگر نگاه راسیستی یا از بالایی توی ادارات دولتی توی مردم که هست و حتما هم هست، تو همه جای دنیا هست، تو ایران هم هست، اینها با دخالت نیروهای انسان دوست، جامعه مدنی، برابری طلب و و و هست. شما خودتون در انگلستان اینها هم شاهدید که این چیزها روز به روز کمتر میشه، کاهش میشه، قوانین تغییر پیدا میکنن، انسان دوستانه تر میشن، به اصطلاح حقوق پناهجویان و مهاجران یواش یواش به حقوق شهروندان نزدیک میشه و و و. برای همینه که در ایران همه چیز در یک خلأ، که زن و مردی که در ایران به خاطر حقوق خودشون اجازه ندارن تو خیابون برن، اگر به خاطر دفاع از حقوق افغانستانی ها و دیگران در خیابون برن که همون بلایی رو سرشون میارن که برای حجاب و آزادی بیان و و و و سر اونها آوردن. این یک بخش اصلی جریانه. موقع که این تفاهم، به سوال شما برمیگردم و تموم کنم، این تفاهم و این درک نباشه که انسانهای جدید با خود ممکنه یه کمی مشکلات بیارن همه جا، ولی همه جای دنیا همینجوره. مشکلات و موفقیت دست در دست هم دادن، از هم جدا نیستن. موضوع اون پروسه و اون شرایط زندگی و قانونیه که اجازه میده که آمدن یک عده افراد جدید به شانس برای اون مملکت تبدیل بشه. و این تنها به خواست دولت و قوانین به تنهایی بستگی نداره، بلکه میبایستی جامعه آزاد، مدنی، قوی، انسان دوستی هم پشت اینا باشه که از حقوق کسایی که احیانا با مسائل خودشون آشنا نیستن و احیانا به خاطر جدید بودن توی بسیاری از مسائل دخالت نمیتونن بکنن، از حقوق اونا دفاع کنن و اونها رو ترغیب بکنن به عنوان یک شهروند روپای خودشون بایستن. این چیزیه که به طور کلی در ایران در مورد همه شهروندهای ایرانی به جای خود برای مهاجرین و پناهندگان افغانستانی که جای خودشون داره اصلا موجود. بنابراین میفرمایید که باید جامعه مدنی قوی تری ایجاد بشه در ایران برای دفاع از این جور مسائل حقوق بشری، که حالا به هر حال بحث حقوق شهروندی سایر اقلیت ها هم درش قرار میگیره. آیا موسوی، اگر که شما بخواین در مورد افغانستان به ما بگید، آیا این در واقع فعالیت‌های مدنی در افغانستان، می‌دونیم افغانستان ظرف 10-15 سال اخیر فعالیت‌های مدنی زیادی انجام شده، گروه‌های مختلفی هستن، کارهای مختلفی می‌کنن، مسئله افغان‌ها در افغانستانی‌ها در ایران چقدر روش تمرکز میشه در جامعه مدنی افغانستان؟ دیدیم اعتراضاتی بوده، ولی چقدر واقعا مسئله کابل هست، مسئله جامعه مدنی کابل هست اونچه که در ایران می‌گذره؟ مسئله کابل نیست، این مسئله فصلی هست، عرض کردم واکنشی هست. بیشتر اینجا منتظر هستن که یک اتفاقی بیفته و همه با اون واکنش نشان بدن. حتی من خدمت شما عرض کنم این همه جامعه مدنی های عجیب و غریبه که حالا بیشتر اینا با امکانات خارجی را افتاده، درسته ما در اینجا فراوان از این بساط ها داریم. یک دانه اینو در ارتباط با مهاجرت نیست، یعنی یک مؤسسه اینجوی جامعه مدنی، یکی از اینا در ارتباط با مهاجرت موضوعی در ناخودآگاه یک افغانی هست. حتی بعضی اینا در این جامعه مدنی میرن که فرصت پیدا کنن که بعد خودشان مهاجر شدن. از نظر دولت هم انسان مهاجر در هم مصاحبه آقای غنی با یلدا حکیم سرنوشت مشخص است، میگه که اینا قرارداد اجتماعی رو یک طرفه لغو کردن، شکستن، بنابراین هیچ مربوط به ما نیست. وقتی رئیس یک دولت اینطوری بگه، این موضوع بازار نداره. موضوع دیگه هم که هست این است که شما در جامعه مدنی که در افغانستان هست بیشتر به خاطر اون دونرا یا کسایی که کمک میکنن این جامعه مدنی راه میفته. اونا میخوان که موضوع حالا این اواخر موضوع مثلا انتخابات باشه، بعد همه میرن این جامعه مدنی پروپوزل میدن در رابطه با انتخابات، حرفای عجیب و غریب بوده. بعد ببخشید در ارتباط با مهاجرت دونرا هیچ علاقه ندارن،
دونه را اصلا در این رابطه اگر شما بخوای بگی من یک مؤسسه دارم در رابطه با مهاجرت کار میکنم، اصلا به شما چرا نگاه ندارن؟ نمیکنم، در حالی ولی که که به هر حال به نظر میاد که اگر که شما گفتید که این در ناخودآگاه هر افغانی هست که بخواد از افغانستان مهاجرت بکنه، باید مهاجرت یک مسئله عمده باشه. فکر میکنید چرا سعی نمی کنند که راجع بهش کار بکنن؟ برای که بسیار روشن خارجی هایی علاقه ندارن که واقعیت افغانستان مطالعه شوه یا فهمیده شوه، همینطوری که در انگلیس یا در اروپا بعضی حتی بعضی از اون کلام من شنیدم که گفتن فلان شهر امن است. یعنی درک اروپا این است که یک تصویر بدن به این مالیات دهندگان اروپایی که ما رفتیم از اون وحشت طالبانی یک بهشت عدن درست کردیم، حالا این افغانی ها میتونن برگردن اونجا. اصلا بحث موضوع مهاجرت از اون اجناسی نیست که هیچ دکانی برش فروش داشته باشه. به نظر من بحث مهاجرت به شکل درست، حتی در اروپا این مسئله درست نیست. شما خبر دارین که تنها و اولین مرکزی که راه افتاد دانشگاه آکسفورد بود، الان یک مرکز خیلی مفصله و سال 85-86 من بهش پیوستم. اونجا هم بحث مهاجرت گم است، بله. چیزی بین جناب موسوی، اگر درسته من میخوام ببینم که شما خودتون برگشتید در کابل زندگی میکنید، بله من هست. آیا توصیه میکنید به کسانی که حالا مثل شما هستند، تحصیلاتی دارند، میتونن کاری داشته باشند در کابل، میتونن زندگی داشته باشند، خودتون توصیه میکنید که برگردن به افغانستان، به خصوص مثلا در از ایران؟ سالهای اخیر، در سالهای اول بله، ما خیلی محدود از بچه ها برگشتن در سال اخیر، نه در سال در 5 سال اخیر حداقل، یا بعد از 2014 وضعیت اونطوری که برای کسی این مربوط به اینه که فرد تا فرده، اگر کسی باشه و یه سری اهداف برنامه کاری داشته باشه بیاد اینجا سهم بگیره، حالا به هر شکلی، اگر دنبال پول و مول و جامعه دلبخواه خاصی باشن نه. من فکر میکنم که الان وضع مملکت طوری نیست که کسایی بخوان زندگی خودشون در زندگی امن خودشون در رها بکنن و برگردن. خیلی ممنونم، متشکرم. وقت ما تمام میشه آقای موسوی، آقای نوذری و خانم بنی هاشم، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. من یادآوری کنم جلسه شورای حکام تمام شد، ظاهرا گفتند که با چین امروز به نتیجه نرسیدن و قرار هست که جلسه ادامه پیدا بکنه. این آخرین خبری هست از بخش اول برنامه داریم. در پایان من یک توضیحی هم دارم در مورد یکی از برنامه‌های پیشین. در برنامه صفحه 2 آخر هفته 28 ماه مه یا 8 خرداد که درباره مشکلات خوزستان داشتیم، درصد عرب‌های منطقه مشابه اقوام دیگه و حدود 30% اعلام شد. از اونجایی که آمارهای رسمی در این باره منتشر نمیشه، این آمار بر اساس پژوهش‌های مختلفی که در منابع متفاوت دیده بودیم ارائه شد و آمار رسمی نیست. ممنونم از همراهی شما. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه است. شب روزتون خوش.